سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. فیفا ساعت پیش سرانجام از تصمیم قبلی خود صرف نظر کرد و فرمت جدید جام جهانی 2026 را اعلام کرد. ایلینگ هالند ستاره نروژی منچستر سیتی با درخشش در بازی شب گذشته برابر لایبزیش موفق شد و یکی از رکوردهای کیلیان امباپه، میسی و آدریانو در لیگ قهرمانان برسد. ریال مادید با حاشیه امنیت خوب به استقبال دیدار برگشت با لیورپول در 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا می‌رود. شورای فیفا قبل از 73 کنگره این نهاد در پایتخت رواندا در حال تشکیل جلسه داد که چندین تصمیم کلیدی را در خصوص مسابقات مردان و زنان فیفا گرفت و فرمت نهایی جام جهانی 2026 آمریکا را هم علنی کرد. همچنین فیفا از تصویب طرح خبرداد یعنی استراحت اجباری بازیکنان را تضمین میکند تا به این ترتیب نگرانی نهادهای حامی حقوق فوتبالیست‌ها را نیز به این ترتیب پاسخ داده باشد. با این حال اینفانتینو به اهالی فوتبال تاکید کرد که هدف ما برگزاری مسابقات با کیفیت معنادار است و حفاظت از رفاه حال بازیکنان وظیفه ماست. با این حال شاید همه منتظر تصمیمات اینفانتینو و دیگر تصمیم گیران فیفا درباره شرایط برگزاری جام جهانی مردان در سال 2026 بودند. فیفا سرانجام طرح رئیس خود برای برگزاری جام جهانی با گروه‌های سی تیمی را رسما کنار گذاشت تا گمانه‌زنی‌های اخیر در این خصوص را تایید کرده باشد. شورای فیفا بر اساس یک بررسی کامل که سلامت ورزشی، رفاه بازیکنان، سفر تیمی، جذابیت تجاری و ورزشی و همچنین تجربه تیمی و هواداران را در نظر گرفته بود، اصلاحیه پیشنهادی برای جام جهانی را پذیرفت. با این ترتیب جام جهانی 2026 که برای اولین بار با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد، به جای 16 گروه 3 تیمی در 12 گروه 4 تیمی به انجام می‌رسد. تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و 8 تیم سوم هم به مرحله حذفی می‌رسند تا 32 تیم در مرحله حذفی حضور داشته باشند. فیفا فرمت اصلاح شده خطر تبانی را کاهش می‌دهد و تضمین می‌کند که همه تیم‌ها حداقل 3 بازی انجام دهند، در حالی که زمان استراحت متعادل را بین آنها فراهم می‌کند. دیدار فینال جام جهانی 19 جولای 2026 برگزار خواهد شد، یعنی دقیقاً 3 سال و 4 ماه و 4 روز دیگر. با توجه به اینکه مرحله حذفی به جای 16 تیم 32 تیم خواهد داشت، تیم قهرمان باید 8 بازی را انجام دهد تا طولانی‌ترین مسیر را برای قهرمانی طی کرده باشد. در حالی که تاریخ آغاز جام جهانی 11 ژوئن اعلام شده، باشگاه‌ها ملزم خواهند بود که از 25 می بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند. با این ترتیب و با احتساب روزهای اردو، تیم‌های ملی قبل از جام جهانی این دوره رقابت‌ها 56 روزه خواهد بود تا نزدیک به 2 ماه پرهیجان در انتظار طرفداران فوتبال باشد. مسابقات مقدماتی جام جهانی از نیمه دوم سال 2023 میلادی استارت خواهد خورد. منچستر سیتی شب گذشته در دیدار برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان به مساف لایبزیگ رفت و موفق شد با نتیجه 7-0 این تیم را در هم بکوبد. شاگردان پپ گواردیولا در بازی رفت به تساوی 1-1 رضایت داده بودند، اما شب گذشته موفق شدند با نمایش خیره کننده هالند حریف را گلباران کنند و راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا شوند. این ستاره نروژی در نیمه اول برای سیتی هتریک کرد و دو گل دیگر هم در نیمه دوم این بازی به ثمر رساند تا قدرت حیرت انگیزش در تشخیص چارچوب و دروازه را بر رخ رقیبان بکشد و در عین حال نشان دهد که این توانایی را دارد که رویای قدیمی این تیم برای رسیدن به جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را برآورده کند. او با همان سه گلی که در نیمه اول وارد دروازه حریف کرد موفق شد یکی از رکوردهای امباپه که شاید برای بسیاری دست نیافتنی به حساب میآمد را بشکند و ثابت کند که برای ثبت نامش در تاریخ فوتبال عجله دارد. هالند حالا با 22 سال و 236 روز به جوانترین بازیکن تبدیل شده که توانسته در لیگ قهرمانان اروپا 30 گل به ثمر برساند. این رکورد پیش از این در اختیار امباپه بود که با 22 سال و 352 روز به 30 گل در لیگ قهرمانان رسیده بود. این مهاجم سیتی همچنین در این بازی رکورد لوتفان نستلروی را هم شکسته و در کمترین زمان ممکن فقط با 25 بازی به 30 گل زده در لیگ قهرمانان رسید. این تعداد گل در یک بازی از مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا با چه گل نروژی را به رکورد میسی و لوئیس آدریانو رساند که در یک بازی لیگ قهرمانان موفق به ثبت 5 گل شد. نکته جالب این که میسی در 87 دقیقه و آدریانو در 82 دقیقه 5 گل زدند. با این ترتیب هالند 30 دقیقه از میسی و 25 دقیقه از آدریانو زودتر به این رکورد دست پیدا کرد. هالند در لحظه خروج زمین و درست زمانی که پپ او را در آغوش گرفت چند کلمه زیر لب زمزمه کرد. حالت چهره و حرکات دست این بازیکن نشان میداد که او به شوخی از گواردیولا دلیل تعویض شدنش را میپرسید. البته ستاره 22 ساله نروژی حرفه‌ای‌تر از اینها بود که واکنش فراتر از این نسبت به تعویضش نشان داده و شب درخشانش را به حاشیه ببرد. پپ در حال هالند را زمین بیرون کشید و مانع از عبور احتمالی او از میسی شد که چند پیش در مقایسه این دو بازیکن گفته بود. هالند برای رسیدن به این دستاوردها نیاز به همتیمی‌های خود دارد، اما میسی به تنهایی قادر به انجام هر کاری است. هالند بعد از نمایش درخشانش در این دیدار علاوه بر توپی که طبق سنت مال خود کرد، جایزه بهترین بازیکن زمین را هم دریافت کرد. اما جالب اینجاست که او حتی با زدن 5 گل در یک بازی هم راضی نیست و معتقد است که باید گل‌های بیشتر را وارد دروازه حریف می‌کرد. این ستاره سیتی در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت: من به پپ گواردیولا گفتم که دوست داشتم دبل هتریک کنم، اما چی کار می‌شود کرد؟ واقعا دیگر همه چیز در سرم تیره و تار شده بود. به یاد دارم که شوت می‌زدم اما نمی‌توانستم درست فکر کنم. پس از شادی گل‌هایم بسیار خسته شده بودم.
او با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در این بازی گفت: ما به خوبی روی پرسینگ کار کردیم، خصوصا در خانه باید بیشتر بدویم و بیشتر پرس کنیم. با در گرفتن توپ واقعا خوب هستیم. از نظر من باید تعداد بازی های به این شکل بیشتر باشد. فکر میکنم ما میتوانیم از سیستم پرسینگ بیشتر استفاده کنیم. من هم سعی میکنم که توپ را به خوبی وارد دروازه حریف کنم و آن را به جای بفرستم که دروازه‌بان در آنجا حضور ندارد. گواردیولا درباره دلیل تعویض هالند گفت: میدانم که میسی در یک بازی 5 گل به ثمر رسانده است، اما فراموش نکنید که هالند تنها در 60 دقیقه 5 گل به ثمر رسانده و میسی هم نتوانست این کار انجام دهد. هالند هنوز بسیار جوان است و با این سن و سال میتواند روز رکورد میسی را هم بشکند. هالند یک بازیکن استثنایی و یک ماشین گلزنی است. جالب این که همه انتظار دارند که در هر بازی گل‌های زیاد به ثمر برساند و وقتی این کار را نمی‌کند از او انتقاد می‌کنند. هالند را تعویض کردم چرا که نمی‌خواستم زندگی او کسالت بار شود. چرا که اگر 6 گل به ثمر می‌رساند دیگر به دنبال شکستن رکورد میسی نمی‌رفت. او حالا این انگیزه را دارد که در بازی‌های بعدی برای زدن 6 گل تلاش کند. او درباره نمایش شاگردانش گفت: از همان دقیقه نخست تا دقیقه آخر عملکرد بسیار خوبی داشتیم و همه بازیکنان درخشیدند. ما چه با توپ و چه بدون توپ خوب بودیم. ما همواره در لیگ قهرمانان اروپا و برابر هر حریف موفق به گلزنی میشویم، پس مشکل ما گلزنی نیست، بلکه گل‌های بسیار بد است که دریافت میکنیم. امیدوارم که این مشکل را هم حل کنیم. سرمربی اسپانیایی منچستر سیتی در پایان گفت: ما پیش از این هم برابر ریال مادرید 4 گل، برابر موناکو 6 گل و برابر تاتنهام هم 4 گل زدیم. با این حال از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدیم و این به خاطر گل‌های بسیار بد است که دریافت میکنیم. اکنون خوشبختانه تیم ما خوب دفاع میکند. ما غریزه زدن گل را از زمانی که اگویرو در تیم بود در خود داریم. دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان خواهد رسید که در حساس‌ترین بازی ریال مادرید در خانه باید پذیرای لیورپول باشد. دیداری که فصل قبل در فینال لیگ قهرمانان برگزار شد و ریال با تک گل وینیسیوس بازی را برد. پس از اینکه ریال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته لیورپول را شکست داد، کارلو آنجلوتی گفت که رمزگشایی از تاکتیک‌های سرخ‌ها را راحت‌تر از برخی دیگر از حریفان تیمش در راه رسیدن به فینال بود. برتری 5-2 برابر لیورپول در بازی رفت نشان داد که کارلو آنجلوتی درست میگفت و به خوبی توانسته از حریفش را شناسایی کند. لیورپول با دریافت 5 گل در یک بازی خانگی اروپایی برای اولین بار در تاریخ خود شب تلخ را برای هوادارانش رقم زد. اکنون کمتر هوادار لیورپولی خوشبین است که تیم بتواند گل‌های خورده را جبران کند. ریال را با بیش از 3 گل در سانتیاگو برنابو شکست داد. ریال اکنون 7 بازی را بدون شکست مقابل سرخ‌ها پشت سر گذاشته و در این مدت به 6 برد و 1 تساوی رسیده است. البته نباید فراموش کرد که بازگشت های دیوانوار در لیگ قهرمانان اروپا اتفاق افتاده است. ریال مادرید نیز پیش از این دو بار در بازی های اروپایی خود در خانه با اختلاف 3 گل شکست خورده است که هر دو در فصل 2018-2019 بود، جایی که ابتدا در خانه با 3 گل به زسکا مسکو باخت و در ادامه 4-1 مقابل آژاکس شکست خورد. ریال مادرید به خوبی از فضای لیگ قهرمانان آشناست و بسیاری عقیده دارند دینی لیگ قهرمانان در وجود ریال مادرید است. قهرمانی در فصل قبل نشان داد که کارلو آنجلوتی حتی وقت کس هم روی این تیم حساب باز نکند چه قدرت دارد و میتواند ناممکن‌ها را ممکن کند. حذف چلسی، سیتی، پاریس سن ژرمن و در پایان شکست لیورپول آماده در فینال یک بار دیگر مهر تایید به توانمندی های کارلو آنجلوتی کار کشته زد. حالا او باید تنها از اختلاف پرگولی که در بازی رفت با دست آورده دفاع کند و بتواند راهی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان شود. لیورپول تیم است که قبلا دو کامبک بزرگ در لیگ قهرمانان داشته است. مقابل میلان در فینال 2005 و بارسا در نیمه نهایی 2019 که خیلی از علاقمندان به فوتبال را متعجب کرده است. با این حال شرایط در این مورد کم متفاوت است. تیم یورگن کلوپ آن نیروی سابق را ندارد، روحیه خوب نیز در تیم دیده نمی شود. کارلو آنجلوتی سرمربی ریال مادرید قبل از بازی گفت: لیورپول تیم بزرگ است که باعث شد ما در دیدار اول رنج بکشیم. بنابراین باید بگویم که متاسفانه داستان این بازی هنوز تمام نشده است به هیچ وجه. و یورگن کلوپ سرمربی لیورپول پیش از بازی گفت: شکست در لیگ قهرمانان با نتیجه 5-2 اصلا خوب نیست. در فوتبال این اتفاقات ممکن است رخ دهد، به خصوص زمانی که حریف شما ریال مادرید باشد و که آرامش و اعتماد به نفس زیاد دارد. اکنون وظیفه ما این است که مطمئن شویم که نتیجه را تغییر خواهیم داد. بازیکنان باید از این اشتباه درس بگیرند و در دیدار برگشت تکرار کنند. ما هنوز امیدوار هستیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.